لكم من لساني يفقه قولي. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، حاضران و غایبانی که پیانن صدا و تصویر ما رو از طریق صفحات مجازی میبینند و شاید در آینده صدای ما رو بشنوند. خداوند رو شاکرم که باز نصیب شد در خدمت شما عزیزان باشیم و همچنین در حضور مثنوی شریف مولانا و فضای روحانی که به تعاقب در پی می آید. جلسات پیش تا کنون 8 جلسه برگزار شده و ابیاتی رو خدمتتون شرح و تفسیر کردیم و امروز که مورخ 20 اسفند هست، احتمالاً آخرین جلسه از این سال 1402 هجری شمسی باشه که در خدمتتون هستیم و به استقبال بهار میریم، بهار تقویمی، و آرزومندیم که همونطور که این بهار طبیعت رو زنده میکنه و سبزه ها رو در اونها روح میدمه، در ما هم روح تازه‌ای بدمه و این بهار به قول تقویمی بهاری دیگر در جان ما شکوفا بکنه. همچنین 2 روز مانده تا ماه مبارک رمضان که میهمانی خدا هست و بهار قرآن، این هم بهاری دیگری هست و بهار عاشقان هست و بهار روح ها هست. اگر بهار تقویمی بهار جسم ها هست، بهار رمضان بهار روح ها هست و روح ها رو تازه میکنن. بعد نیست که چند کلمه هم در مورد ماه مبارک رمضان خدمتتون عرضی داشته باشم. خب امروز البته در این مورد یک صحبت های خواهد بود در ضمن مثنوی، ولی دوست دارم اون چند بیتی که مولانا در مورد روزداری و امساکی که تعیین شده در دین مبارک اسلام صحبت میکنه که به مثنوی افشاری معروف هست و جناب مرحوم استاد شجریان اون رو با صوت زیبا خونده بودند رو خدمتتون قرائت بکنم و چند کلمه در مورد این ابیات خدمتتون عرایزی داشته باشم. میفرماید که این دهان بستی دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خام آسمانی کن شتاب. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک امراض کن. چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. چند خوردی چرب و شیرین از طعام، چند روزی امتحان کن در صیام. خب این ابیات حتما پیشترها، حالا یه زمانی آیه جناب استاد شجریان مرحوم خدا رحمتشون کنه زیاد مغزوب نبودن و صداشون در صدا و سیما پخش میشد و این آواز رو به کرات میشنیدیم. بعدها حالا مشکلاتی که برای ایشون به وجود اومد دیگه پخش نشد این ابیات بسیار زیبا. در حقیقت به اون جنبه روحانی روزداری اشاره میکنه. الان اخیرا یک فکرهایی، حالا حرفهایی هستش، در گذشته هم میگفتن، فرض کنید در افواه عمومی میگفتن که روزداری برای چی هست؟ برای اینکه ما حال فقرا رو درک بکنیم. یا نمیدونم روزداری برای اینه که مثلا بدونیم که کسایی که امکاناتی ندارن چطور زندگی کنن. اینها حرفهای عوام هست، اینها چیزهایی هستش که عوام میگن. حقیقت روزداری یک کار عاشقانه هست. اولا خب تقویت کننده صبر در انسان هست، از به
پیامبر صلوات الله علیه حدیث هست میفرماید که صبر نیمی از ایمان هست و روزداری نیمی از صبر. انسان یکی از خصوصیات و حسنات خلقی که میتونه کسب بکنه و به قولی به اون مبتهج باشه خصلت زیبای صبر هست. انسان باید صبور باشه. صبر به این معنی نیستش که باز بعضی ها میگن دیندارها صبورن در مقابل ظلم هم صبورن. نه، انسان دیندار، یک دیندار واقعی در مقابل ظلم هیچ وقت صبور نیست. در مقابل ظلم وای میسته، اعتراض میکنه و حق خودش و حق دیگران رو مطالبه میکنه. اما در مقابل ناملایمتی های زندگی، در مقابل اتفاقاتی که براش میفته صبور هست، جزا و فزع نمیکنه، تحمل میکنه، تحمل پیشه میکنه و به نوعی اون حالت بیتابی درش به وجود نمیاد. و یکی از تقویت کننده ها و چیزهایی که واقعا صبر انسان رو میتونه خیلی افزایش بده، انسان رو در این مسیر موفق تر بکنه، همون روزداری هست که صبر بر خوردن، صبر بر آشامیدن و انسان رو تبدیل به یک انسان صبوری میکنه. این اولین پیامد روزداری هست. پیامدهای بعدیش همون پیامدهایی هستش که مولانا می‌فرماید در این اشعار که این دهان بستی دهانی باز شد. طبق معمول مولانا به ما میگه که ما یک دهان دیگری هم داریم. این دهان، دهان ظاهر هست و دهان باطنی هم برای روح ما هست. وقتی این دهان رو می‌بندیم تازه اون دهان روح ما باز میشه. کو خورنده لقمه های راز شد و آمادگی پیدا میکنه تا لقمه های راز بخوره. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. در ماه رمضان یک میهمانی آسمانی برقرار میشه، یک میهمانی برای عاشقان، برای اون کسهایی که طالب رزق معنوی هستند و شرط متنعم شدن از اون رزق معنوی بستن دهان ظاهر هست. باید این دهان رو بست تا دهان باطن باز بشه. چند خوردی؟ بیت بعد می‌فرماید گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. این یک تجربه‌ای هستش که تمام عارفان به این رسیدن. حتی اگر من در تذکره حالات عارف بزرگ معاصر جناب سید علی قاضی طباطبایی که در نجف میزیست، تبریزی الاصل بود، ترک وطن کرد و برای همیشه در نجف و کربلا وطن گزید و اونجا موند و کوچکترین شاگردانش علامه حسنزاده آمولی و علامه بهجت و این بزرگان، علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن، اینها همه شاگردان اون علامه سید علی قاضی طباطبایی هستند که عارفی به تمام معنا بود، واصل و کامل. و هنوز هم خیلی از عرفا هستند که ادعا میکنند از روح شریف اون بزرگوار استمداد میکنند و کمک میگیرند. در شرح احوالاتش نوشته بودم که خب هرچقدر که به دوران پیری و کهولت میرسی، به عکس این که مثلا به ناب نیازش خب تغذیه خوبی داشته باشه، تغذیه این بزرگ و کمتر و کمتر میشه. تمام وعده های غذایی شاید یکی دو لقمه بیشتر تجاوز نمی کرد. این مسئله رو در مورد مولانا هم میشنویم که در اواخر عمر اصلا زردروی شده بود. ای زردروی عاشق روی سوی ما کن، که در اون غزل میفرماید که به حدی از روی زردی رسیده بود. چرا؟ هر لقمه‌ای که خورده میشه توسط یک عارف واصل، یک نوعی به سمت انسداد دریافت‌های رزق‌های معنوی پیش میره. یعنی اینا جنبندینشون این هست، هر چقدر کمتر بخوری رزق معنوی بیشتری میگیری و هر چقدر بیشتر بخوری رزق معنویت کمتر خواهد شد. این مسئله ای هستش که همه عرفا به این اشاره کردن، مثل اینکه راه گلو همان راهیه که در بیت بعدی میگه طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن.
مثل اینکه این رزق دنیوی تشبیه میشه به شیر شیطان و ما همیشه در حال نوشیدن شیر شیطان هستیم، فقط یک ماهی رو فرجه‌ای میگیریم تا این شیر شیطان رو کمتر بنوشیم و شیرهای ملائک و شیرهای معنویت رو ازشون متنعم بشیم. تفت جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن، چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام، چند شبها خواب را گشتی اسیر، یک شبی بیدار شو دولت بگیر. و مسئله بعدی مسئله شب زنده داری و بیدار بودن در طول شبها هست که در ماه رمضان خیلی به این مسئله سفارش شده و به خصوص خواندن قرآن، ذکر گفتن و شب بیداری که در این شبها خیلی توصیه شده به این مسئله. و خب نهایت این مجاهدت هم وقتی به شب قدر میرسه، مثل این که میخواد نتیجه بده و در این 20 روز و چند روزی که حالا انسانها روزه میگیرن، تهذیب نفس میکنن، آماده میکنن خودشون را، دارن آماده میشن تا در اون روز اون ودیعه‌ای که وجود داره، اون به قولی انزالی که از آسمان‌ها صورت میگیره در جانشون بنشینه و از اون نعمات الهی بهره‌مند بشن. خب امیدواریم که انشاءالله این ماه رمضان برای ما هم پرنعمت باشه و همه ما بتونیم از فیوضات این ماه بهره‌مند بشیم. از تک شما عزیزان التماس دعا دارم. برگردیم به بحث شرح مثنوی خودمون که تا بیت 16 فکر میکنم خونده بودیم، بیت 15 و 16 که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. شرح این ابیات رو خدمتتون عرض کردم و اینکه مولانا هیچ جایی در مثنوی و یا در اشعار دیگرش نمیخواد که به گذشته رجوع بکنه و حتی از توبه هم میگه که باید توبه کرد، یعنی توبه‌ای که تو رو برگردونه به عقب این هم حتی خوب نیست و همیشه رو به جلو داره و همیشه میل به پیش رو داره. اینها رو صحبت کردیم. یک نکته ای که حالا در مورد به قولی اون مسئله زمان وجود داشت اینه که همون جور که عرض کردم فرد سالک صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. صوفی ابن الوقت هست و زمان حال رو در میابد، نه به آینده نگاه میکند که هنوز نیامده، نه توجهش و فکرش به گذشته معطوف میشه که گذشته و تموم شده. فارغ از هر دوی اینها در زمان کنونی سکنا میگنزیند. نه تنها در زمان کنونی هست بلکه از این زمان کنونی هم ارتفاع میگیرد. یعنی ما اگر یک محوری در نظر بگیریم که یک طرفش آینده و یک طرفش گذشته باشه و فرد سالک همیشه در اون حال و زمان کنونی سعی میکنه تمام وجود و حواسش رو نگه داره، بلکه ارتفاع میگیره از این محور، یعنی در جهت بالا میره و از یک بعد بی زمانی به یک بعدی میرسه که نسبت به آینده و گذشته نسبت مساوی داره، نه آینده ای در اون هست و نه گذشته ای در اون هست. همچین حالی رو سالک در طی طریق و سلوک خودش تجربه میکنه. در ادامه میفرماید هر که جز ماهی زابش سیر شد، هر که بی روزی است روزش دیر شد. در مورد ماهی، آب و دریا در جلسات گذشته خدمتتون صحبت‌هایی کردم، اینکه مولانا آب رو نماد معنویت می‌دونه و بعضی انسان‌ها رو مصاحب به قولی آب و مثل ماهی قلمداد می‌کنه. بعضن اصطلاحات دیگری هم داره، مثلا مرغابی، بعضن نهنگ رو مثال می‌زنه، ولی کلن اون جاهایی که به آب اشاره داره مقصود همون دریای معنویت هست، همون معنویتی که حول و دورادور سالک رو فرا میگیره و
و سالک مثل یک ماهی قوطه‌ور در این دریای معنویت میشه. و ماهی هم از طرفی خور و خواب و به قولی زندگیش مدیون آب هست، نمیتونه از آب در کناری بیسته، نمیتونه چشم بپوشه از آب. اینجا به همون مسئله اشاره میکنه، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. کسانی که ماهی صفت نیستند از آب سیر میشند، از معنویت سیر میشند. ماهی صفتان اون کسانی که مانند ماهی هستند، مانند کسانی هستند که جانشون و روحشون و تمام وجودشون به نوعی وابسته به عالم معنا هست، اونها نمیتونن از آب کناره بگیرن. در اون ابیاتی که چند جلسه قبل خدمتتون قرائت کردم میگفت نیست زرقبن وظیفه عاشقان، سخت مستسقی است جان عاشقان، که پیامبر به یکی از اصحابش گفته بود زرقبن تزدد حبن، یک روز در میان به دیدار من بیا تا محبت بر جای بمونه، محبتمون کم نشه. اینجا مولانا میگه که این برای کسانی عادی هست، کسانی که عاشق و معشوق هستن، اینها نمیتونن یک روز در میان با معشوق خودشون دیدار داشته باشن. نیست زرقبن وظیفه عاشقان، سخت مستسقی است جان عاشقان. بعد در بیت بعدی چی میگه؟ نیست زرقبن وظیفه ماهیان، چون که بی دریا ندارد نور جان. اینها ماهی ها آیا میتونن که با خودشون زرقبن بکنن، با آب زرقبن بکنن، یک روز در میان به دیدار دریا برن؟ این امکان پذیر هست؟ ماهی جانش وابسته به آب هست، نمیتونه از آب در کناری بمونه، کنار بیسته. او باید همیشه در آب باشه. در ادامه هم میگه هیچ کس با خیش زرقبن نمود، مثل این که اصلا خودش هست، با خودش، انسان با خودش میتونه زرقبن بکنه. یه جای دیگه میفرماید ماهیان را نقش شد از عین آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. هم نان ماهی، هم آب ماهی، هم جامه و دارو و خوابش، همه مدیون آب هست. دیدید دیگه، خب ماهی‌ها اصلا استراحت نمی‌کنن، نمی‌خوابن، خب همیشه بیدارن. غذاشون هم از همون آب هست، دارو و جامه و همه چیزشون از آب هست، چیزی به غیر از آب ندارن. عاشق نسبت به معشوق همین وضعیت رو داره، سالک نسبت به معنویت همین مسئله رو داره. جانش همیشه مستسقی است، همیشه تشنه دریای معنویت هست، نمیتونه لحظه‌ای تحمل بکنه دوری از معنویت رو. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، یا در جای دیگه میگه ما همه مرغابیان این غلام، بحر میداند زبان ما تمام. خودش رو به مرغابی شبیه میدونه. در ادامه میفرماید هر که بیروزی است روزش دیر شد. روز دیر شدن نشانه ملالت هست، نشانه درماندگی هست، کسانی که ملول میشن. میگه هر کسی که رزق معنوی نداره، اون هستش که در این عالم و در این زندگانی دچار ملالت میشه. کسی که رزق معنوی داشته باشه هیچ وقت دچار ملالت نمیشه. شما ببینید در این دنیای کنونی با این همه رفاهی که به وجود اومده، با این همه امکاناتی که انسان در خدمت خودش گرفته که در طول تاریخ هیچ وقت مثالش رو ما ندیدیم. همین چند صد سال پیش پدران ما برای اینکه یک غذای ساده ای رو برای خوراک خودشون آماده بکنن باید ساعت‌ها در روز زحمت می‌کشیدن، از فراهم آوردن گندم و آرد و به قولی خمیر و به قولی تا آماده کردن تنور و پختن نان و فراهم آوردن آب و آبی که از چاه باید کشیده میشد بیرون یا از رودخانه آورده میشد. همه اینها برای ما امروزه مهیا هست. شیر آب رو باز میکنیم، از آب استفاده میکنیم، نان رو سفارش میدیم، برای ما میارن. غذا هم حتی میتونیم سفارش بدیم در خانمون مهیا بشه. اما ببینید ملالت امروز بیشتره یا در گذشته؟ این به قولی دلتنگی ها و غصه خوردن ها امروزه بیشتره یا در گذشته؟ برعکسی که الان این همه رفاه زیاد شده، باید اصولا ما همه انسان ها خیلی شاد و خرم بودیم، ولی ظاهر قضیه اینطور نشون نمیده. مولانا در جایی میفرماید که
تا دمی خطاب خب در زمان مولانا هم همچین انسان‌هایی بودن دیگه، اهل می و اهل بنگ و بنگ خب همان مواد مخدر هست. میگه تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می‌نهند یا زمر بر خود می‌نهند. برای اینکه این هوشیاری برایشون ملالت آور نباشه، ملول نشند از این هوشیاری، از این بی‌معنایی که در زندگیشون وجود داره، به دنبال خمر میرن، به دنبال اون چیزهایی که مست کننده هست میرن، به دنبال مواد مخدر میرن که دمی بیاسایند، دمی خلاص بشند از این عالم. یک نفر رو من میشناختم، خودش آلمانیون اصل بود و در آلمان زندگی میکرد. اینها خب شاید بدونید که خیلی آبجو اصلا به صورت سنتی در اینها رواج داره و میگفت که ما مثلا آخر هفتمون میریم صبح تا شب فقط تمام. میگفتم چرا؟ میگفت این خستگی ای که از یک هفته کار مداوم در ما به وجود میاد، یا هر شب میریم به قدی میخوریم یا هر آخر هفته، که این خستگی و این بیمعنایی که صبح تا شب فقط سر کار هستیم و برمیگردیم، این رو بهش فکر نکنیم، چون اگر هوشیار باشیم و بشینیم بهش فکر بکنیم افسرده میشیم که این چه زندگی هست که ما صبح تا شب فقط بریم دنبال کار، شب بیاییم بخوابیم و دوباره فردا همان داستان و همان قصه رو تکرار بکنیم. انسان امروزی به خاطر اینکه رزق معنویش کمتر شده، این ملال رو خیلی بیشتر احساس میکنه، روزیش دیر شده. کسی احساس ملالت نمیکنه که رزق معنوی داشته باشه، روزی آسمانی، مائده آسمانی داشته باشه، دریافتی از آن دنیا داشته باشه در روح جانش. این فقط به قولی راه رستن از ملالت و غصه های این دنیا هست. در ادامه به این بیشتر پرداخت میکنیم. در نیابت پاد پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. این پایان 18 بیتی هستش که مولانا همونجور که در جلسه اول عرض کردم، وقتی بهش گفتن که یک کتابی رو به قولی به سرایی یا بنویسید که هم مجلسان ما کسانی که اهل طریقت هستن اینها رو بخونن، مولانا هم به حسام الدین گفت که خود من هم در این فکر بودم و 18 بیت اول رو سرودم و از امامه خودش این ابیات رو در آورد. تا اینجا این 18 بیت اون ابیاتی هستن که مولانا خودش اینها رو سروده بوده. خب در مورد پخته بودن و خام بودن هم صحبت‌های فراوانی شده. در جای مولانا میگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. یا بعضا میگن که این از شعرهای قبلی هست، از عرفای قبلی هست. مولانا در جواب این گفته حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، سوختم و سوختم و سوختم. ولی به هر حال اینکه انسان ابتدا خام هست، بعد در این تلاطم زندگی، در این آتش زندگی یواش یواش پخته میشه و بعد که عشق را تجربه کرد، بعد دیگه میسوزه. اون وقت هستش که دیگه از مرحله پختگی به مرحله سوختن میرسه. میفرماید در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. این ابیات بعدی رو بعدها در به قولی مجالسی که بودند سروده است. می‌فرماید بند بگسل باش آزادی پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. به ما توصیه‌ای می‌کنه، میگه که خودت رو آزاد کن، آزاد کن از تعلقات دنیوی. اصلی ترین تعلقات دنیوی همین مال و منال به قولی زندگی هست، پول و زر و اینها هست. اینها هستش که مثل زنجیری در حقیقت پای سالک رو بسته و نمیذاره که تکون بخوره. پای همه انسان‌ها رو در حقیقت بسته. به نوعی ما رو اسیر خودش کرده. یک سخنی بود میگفتن که چهار چیز در زندگی انسان قرار بود که در خدمت انسان باشه، ولی کار برعکس شده و انسان در خدمت اون چهار چیز هست. اولیش پول هست. پول رو انسان برای این اختراع کرد که در خدمت انسان باشه و
داد و ستدهاش رو آسان‌تر انجام بده و راحت‌تر بتونه تجارت بکنه، خرید و فروش بکنه و نیازهاش رو تأمین بکنه. ولی این پول یک جایگاهی رو در زندگی ما پیدا کرده که تبدیل به کارفرما شده. الان شما دقت بکنید ببینید ما در خدمت پول هستیم یا پول در خدمت ما هست. واقعا این رو میشه گفت که ماها هممون داریم خدمت پول میکنیم، خدمت همین به قولی متامع دنیوی میکنیم. هر روز عمر خودمون رو به کارفرمامون میفروشیم به خاطر اون چند فلسی که قراره به قولی درآمد داشته باشه. یا اصلا اهداف ما و ذهنیت ما اینطور نیستش که وقتی یک مالی داریم به این عنوان نگاه بکنیم که این مال قرار هست به من خدمت بکنه. نه، ما معمولا در فکر این هستیم که این مال رو چطور حفظش بکنیم و افزایشش بدیم، در حالی که قرار بود برعکس باشه، این مال قرار بود در خدمت ما باشه. ولی ما همواره در فکر این هستیم که این رو ارزشش حفظ کنیم، بیشترش کنیم، از گزند به قولی راهزنان و کسانی دیگر و شرایط بازار حفظش بکنیم و کل عمرمون و ذهنمون رو هدر میکنیم برای این قضیه. یکیش پول هست، یکیش دین هست. دین هم باید در خدمت انسان باشه، نه انسان در خدمت دین. دین برای این اومده که ما زندگیمون بهتر باشه، نه چیزی بشه که ما خدمتکاران دین باشیم. مورد دیگرش علم هست. علم هم همین حالت رو داره. حالا در آینده در این موردها بیشتر خدمتتون عرض خواهم کرد. و مورد آخر زبان هست که همه اینها قرار بود در خدمت بشر باشن، ولی الان بشر هست که به اونها خدمت میکنه. این بحث طولانی هست. منتها این بحث آزادی در ادبیات گذشتگان به خصوص در ادبیات عرفانی ما معمولاً آزادی درونی هست. آزادی سالک، آزادی انسان از تعلقات درونی، از فکرهای خودش، از باورهای خودش. شما اگر دقت بکنید ماها همیشه به نوعی یک محدودهایی رو در ذهن خودمون ایجاد میکنیم. آزاداندیشی اون معنای واقعی خودش واقعا کار فوق‌العاده‌ای هستش که خیلی از انسان‌ها قادر به رسیدن به این مرحله نیستن. همیشه یا خودشون یا جامعه محدودیت‌هایی رو بر ذهن‌های اینها اعمال می‌کنه. البته این آزادی درونی فرق می‌کنه با آزادی سیاسی و اجتماعی که در جواب وجود داره. در گذشته مخصوصاً در مثلا خاورمیانه و جاهایی که این عرفا زندگی میکردن چیزی به نام آزادی سیاسی وجود نداشت. همیشه یک حاکم مستبدی بود میومد و امنیت رو نهایتا برقرار میکرد و انسان ها بیشتر طالب امنیت بودن تا اینکه حالا فکر این باشن که آزادی هم به دست بیارن. و بعدها بود که بحث دموکراسی در غرب به وجود اومد و یواش یواش آزادی های سیاسی و اجتماعی هم مطرح شد. متاسفانه جوامع ما هنوز هم درگیر این معضل هستند. اکثر جوامع مسلمان، اکثر جوامع که در همسایگی های ما وجود دارند، حالا شاید به نوعی کشور خود ما، همشون درگیر یک سری مسائل به قولی مستبدانه و مشکلات سیاسی هستند. همیشه یک محدودیت هایی در بیرون بر ما اعمال میشه و این محدودیت های بیرونی ناخودآگاه محدودیت های درونی رو هم ایجاد میکنه. انسان وقتی از بیرون در محدودیت باشه در ذهنش هم ناخودآگاه محدودتر میشه، فکرش بسته‌تر میشه و این فکر بسته خودش یک بند هست بر پای صادق. برای درک معرفتی عظیم مانند خداوند و مسائل معرفتی بزرگی که در عرفان به اونها پرداخته میشه، ذهن نباید بسته و در تقید مسائل مختلف و کوچک قرار بگیره. ذهن باید رها از همه اینها باشه، باید به مرتبه آزادی برسه. هر چیزی که ما رو محدود میکنه به نوعی جدوی به قولی طی طریق و سلوک ما رو خواهد گرفت. در جای مولانا در اون مسئله قدیر خم به مسئله قدیر خم اشاره میکنه، یک حرف خیلی جالبی میزنه. میگه
زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد، گفت هر کو را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. میاد مسئله مولا رو برای ما بیشتر توضیح میده. خب هر کسی از این مولا برداشتی داشته. شیعیان گفتن که این مولا به معنی ولایت سیاسی هست، یعنی خلیفه باید میشد. سنی ها گفتن که نه، این ولایت ولایت دوستی هست، در حد حب و دوستی نظر پیامبر بوده. ولی عرفا چی میگن؟ مولانا میگه کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. ای گروه انبیا شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. بذارید ببینم اشعار رو دقیق. چون به آزادی نبوت حاوی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. مولانا میگه هر جایی ما لفظ مولا رو میشنویم، چون در گذشته مولا کسی بود که صاحب یک بنده ای بود، وقتی یک نفر برده بود به صاحب خودش میگفت مولا، میگه این مولا، این مولا، این ولایتی که در انبیا و اولیا وجود داره مثل ولایت بنده و صاحب اون نیست ها. این ولایت دقیقاً عکس اون قضیه است. کیست مولا؟ آن که آزادت کند. ولی الهی تو رو در بند نمی کشه، بلکه تو رو آزاد میکنه. میخواد که تو رو آزاد بکنه. از چی؟ از تمام تعلقاتی که تو بهشون دوچار هستی، از طمعی که به این دنیا داری، از این حرصی که بابت انباد دنیا میخوری، از بابت به قولی حسدی که بعضن در تو به وجود میاد، کبر و غروری که در تو به وجود میاد. کبر و غرور بزرگترین زنجیر هست بر فارسانه. همه این رذایل اخلاقی توسط ولی از پای تو باز میشه. در حقیقت بندگی خداوند یعنی آزاد شدن از بندگی دیگر چیزها. ما در این دنیا شاید به اصل بندگی خداوند نتونیم برسیم. اصل بندگی خداوند رو شاید در اون دنیا بتونیم تصور بکنیم. این دنیا قابلیت درک بندگی واقعی خداوند رو نداره. این نظر شخصی بنده است. ولی حد اقلش این هست، وقتی ما بندگی خدا میکنیم در این دنیا، خودمون رو از بندگی کسان دیگر و چیزهای دیگر میرهانیم. خودمون رو آزاد میکنیم از بندگی های دیگری که در زندگی ما وجود داره. بندگی فکری که نسبت به کارفرما وجود داره، بندگی فکری که نسبت به میز و صندلی و مسئولیت وجود داره، بندگی فکری که نسبت به جاه و مقام وجود داره، بندگی فکری که نسبت به مال وجود داره، همه اینها بندگی هست. بندگی خداوند این هستش که یکی که این بندگی های کاذب رو به کناری بنهیم. شاید هیچ وقت به بندگی خدا، به اصل حقیقت بندگی خدا نایل نشی، ولی حداقلش این هستش که از بندگی های دیگر در این دنیا خلاص میشی. این هست معنی واقعی بندگی کردن. کیست مولا؟ آنکه آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. خب اینجا هم همین رو میگه، بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. میگه چرا طمع داری؟ یک دریا رو هم اگر در وجودت بخوام بریزن، در نهایت به اندازه وسعت وجودی خودت میتونی در اون رو کسب بکنی. یک کوزه نهایتاً به اندازه یک کوزه میتونه آب جمع بکنه. به همین قناعت داشته باش، بیشتر از این رو نخواه. مسئله قناعت یکی از اساسهای از ارکان اساسی دین هستش. امام محمد غزالی در کیمیای سعادت و احیای علوم دین بارها به این اشاره میکنه که ام الرذایل طمع هست، و طمع هستش که انسان رو به دنبال خودش میکشه و به تمامی رذیلت‌های دیگر اخلاقی دچار میکنه. و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه فرهنگ امروزه دنیای کنونی بر پایه طمع چیده شده. این که ما میگیم مثلا کاپیتالیسم،
کاپیتالیسم یا سرمایه داری، الان تمام جوامع به نوعی دیگه کمونیسمی نمونده، همه شدن تقریبا کاپیتالیسم. تمام کشور شما برید ببینید که همه به دنبال چی هم؟ کسب منفعت. اصلا کسب منفعت یک چیز خوبی تصویر شده در زندگی ما. همه ما رو صبح تاشت تشویق میکنن که بدو به دنبال پول. موفقیت یعنی چی؟ یعنی پولدار بودن. کی گفته موفقیت یعنی پولدار بودن؟ اگر میخوای زندگی خوبی داشته باشی باید پولدارتر بشی. چرا؟ اتفاقا بودا چند هزار سال پیش در اون مکاشفات چند مدت 7 ساله خودش بعد از ریاضت‌های مختلفی که کشید برگشت گفت که من به روشنایی رسیدم. و روشنایی چی بود؟ یکی از حرف‌هایی که گفت این بود که انسان ریشه تمام دردهای انسان، ریشه تمام قصه‌های انسان از خواستن است. اگر می‌خواهید قصه نخوری، درد نکشی، راحت باشی، چارش یک چیز هست، نخواهی. تمام. اگر هیچ چیز نخواهی، هیچ دردی نخواهی کشید. شما دقت کنید برید تمام اون غم و غصه‌هاتون رو بررسی بکنید. هر جایش رو بررسی بکنید، یک جایش بالاخره گره می‌خوره به خواستن. هر چیزی، خواستن هر چیزی. ولی یه جاش حتما به خواستن برمیاد. یه چیزی رو من میخوام و به خاطر اون خواسته خودم درد میکشم. اگر من این خواستن رو کنار بگذارم این دردها هم کلن رفت خواهد شد. خب از طرفی میگن اگر خواستن در وجود انسان نباشه انسان پیشرفت نمیکنه. یکی از رازهای پیشرفت کردن اینه که انسان بخواد. این هم درست هست. ولی کی هستش که بیاد یک تعادلی در میان اینها برقرار بکنه، یک راه میانه؟ اگر اینو مطمئن باشید که اگر میخواهید چشم به پیشرفت بپوشید ولی بگید که من میخوام راحت زندگی کنم، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشید، راز راحتی نخواسته است. اگر شما خواسته ها رو کنار بذارید همشوش میبینید یکی گره ها مثل گرم میشه، هیچ چیزی شما رو آزار نمیده، خیلی راحت. ولی اگر بخواهید که خب یک تعادلی در بین این خواستن و در حقیقت راحتی ایجاد بکنید باید قناعت رو در پیش بگیرید که انسان باید قانع باشه. هر چقدر قناعت بیشتر باشه اینقدر زندگی آسوده تر خواهد شد. این مسئله هستش که بارها و جایهای مختلف افراد بزرگ به اون اشاره کرده و متاسفانه همونجور که عرض کردم امروزه دقیقاً برعکس این رو به ما آموزش میدن، چه در مدرسه، چه در دانشگاه، چه در همه جا. حتی جامعه ما که به نوعی میگیم جامعه اسلامی و جامعه ایمانی و فلان و بهمان که حالا چی هم ازش نمونده، ولی اصلاً کنه وجودی تمامی انسان‌ها هم اینجا باز بر مبنای تمام هست. شما مسئولی رو حرفاش رو گوش کنید، نمیدونم اون کسانی که دینی حرف میزن اونا رو حرفاش رو گوش بکنید، هر کسی یه حرف میزنه میبینی یه جوری به این مسئله مادیات و طمع و اینها ربط داره. اصلا کسی نیست به این فکر باشه که آیا ورای این نوع تفکر هم میشه زندگی سعادتمندی داشت، ورای خواستن، ورای طمع کردن هم میشه زندگی. و اتفاقا راز زندگی سعادتمند همون جاست، همون جایی که طمع وجود نداره و ما داریم در مسیر اشتباهی قدم برمیده. و این چه تبعاتی برای نسل‌های آینده بشر خواهد داشت خدا میدونه. با این شدتی که این صاحبان صنایع و کارخانجات و این طماعان بزرگ که در خدمت پول خودشون هستن، میلیاردها میلیاردها میلیارد ثروت اندوختن و هر روز خدمت پول خودشون رو میکنن، خدمت خودشون رو نمیکنن، اون پولشون هم به خودشون خدمت نمیکنه، بلکه اینها خدمتگزار پولشون هستن و هر روز از این عالم هی میکنن و میکنن و میکنن به امید اینکه هر چه بیشتر داشته باشن یه روزی این دنیا رو ترک خواهند کرد و این اموال همشون باقی خواهد بود. معادن رو تخریب میکنن، جنگل ها رو تخریب میکنن، دریاها رو تخریب میکنن، محیط زیست رو آلوده میکنن. ما چی میخوایم باقی بذاریم برای نسل های آینده؟
چی میخواییم تحویل بدیم به دستهای آینده؟ اینها هم همش به قولی متعاقب همون مسئله طمع هست که به وجود میاد. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. کوزه چشم حریص، انسان حریص، هیچ وقت پر نمیشه. در گذشته یک افسانه های وجود داشت که این دلیل به وجود آمدن در و مروارید در درون صدف به خاطر اینه که یک قطره باران در درون این صدف میشه، که اون شعر سعدی بود در مدارس میخوندیم، یکی قطره باران ز ابری چکی خجل شد چو پهنای دریا بدید. فکر میکنم من یه جایی یادداشت کرده بودم، بله، یکی قطره باران ز ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گر او هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لولوی شاهوار. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی گفت تا هست شد. که اون قطره باران خودش رو کوچک میانگارد در مقابل دریا و صدف در کنار خودش میگیره و تبدیل به در میکنه، این رو تبدیل به مروارید میکنه. اینجا هم به این مسئله اشاره میکنه که میگه صدف تا زمانی که قانع نشده و دهن خودش رو نبسته پر در نمیشه، پر از مروارید نمیشه درونش. ابیات رو تون تون بریم جلو که انشاءالله امروز این چند بیت هم تمام بکنیم. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. البته این رو طور دیگه هم نوشتن، او ز حرص و عیب کلی پاک شد، یا عیب کلی پاک شد. اینها نگارش های مختلف هست. حالا من این نگارش رو خدمتتون میخونم. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. این عشق همونطور که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، حالت درمانگری هم داره. یکی از درمانهاش درمان معضلات روحی ما هست، مرضهای روحی ما هست، از جمله همین حرص، از جمله طمع و تمامی عیبهای دیگه. چرا؟ بذارید اینو یک کم گسترده تر بهش نگاه بکنیم. ببینید، مسئله عشق یک مسئله هست که از چند جهت مورد توجه عرفا قرار گرفته. وقتی انسانی عاشق میشه، در حقیقت کل وجودش رو معطوف به معشوق میکنه و هر چقدر در این عشق پیش بره و خودش رو در دریای این عشق به قولی غرقه بکنه، همونقدر بیشتر وجود خودش رو فراموش خواهد کرد. و این همون قدم اولی هست که در عرفان به اون نیاز هست. وقتی شما تمام چیزهای دیگر در وجودتون رو از بین بردید و معطوف به یک عشق، به یک معشوق شدید، اون وقت هستش که در شما دیگه نه کبری باقی میمونه، نه حرصی باقی میمونه، نه حسدی باقی میمونه. تمام این معضلات اخلاقی که در درون ما ریشه دوانده، با همین داروی عشق همشون برطرف میشه، همشون پاک میشه. من یک بار خدمتتون عرض کرده بودم که از یک عارفی میپرسن که راه رسیدن به خدا چیست؟ یک عارفی از یک عارف دیگه میپرسه، میگه که راه رسیدن به خدا دو قدم هست، یکی قدم به روی خود بنهی و یک قدم به سوی او برداری، یعنی منیت خودت رو زیر پا بگذاری و یک قدم بعدش به سمت خدا برداری. اون عارف برمیگرده میگه نه، راه به سوی خدا همون یک قدم هست، گر قدم به روی خود نهی خود رسیده ای. این که تو منیتت رو کنار بگذاری و تمام اون لایه های وجودی خودت رو از خودت دور بکنی، در حقیقت رسیده ای، در حقیقت همون مثال هست. ولی این پاک کردن لایه های وجودی، پاکیزه کردن وجود از معضلات روحی و روانی، خب خیلی کار مشکلی هست، کار آسانی نیست. اینها جزئی از وجود ما هستند. حتی همون حرص، حتی همون حسد، حتی همون به قولی عیب هایی که ما
مثلا در ظاهر نگاه میکنیم و در درون خودمون هم احساس میکنیم، اینها جزئی از گوشت و پوست و استخوان ما شدن. چجوری میشه اینا رو کنار گذاشت؟ خیلی سخت است. یک راهی که برای این پیشنهاد کردم راه زهد هست. انسان به خودش سختی بده به واسطه عبادات، به واسطه همین روزه، نمازهای طولانی، ذکر. وقتی انسان روزه زیاد بگیره، سختی زیاد بده به جسم خودش، ناخودآگاه این پلیدی های درونی یکی یکی از درون انسان اصلا فرار میکنه. انسان وقتی در سختی های عجیب غریب گرفتار بشه، بعضی از عرفا بودن مثلا سه روز پشت سر هم روزه بودن، هیچ افطار نمیکردن. شما فکر کنید چه به سر آدم بیاد، آدم با مرگ رو در رو میشه تقریبا. وقتی این حالت به وجود اومد دیگه چه مسائل روحی، تمامی این مسائل مشکلات روحی اصلا رنگ میبازه، چون شما رو در رو میشید با یک مسئله خیلی اساسی تر مثل مرگ. حالا از اون یک مرحله پایین تر وقتی شما ریاضت میکشید، روزه میگیرید، گرسنگی میکشید، اینها همه تأثیر میذارن و نفس انسان رو، شعله های شهوانی انسان رو به پایین میکشن، خاموش میکنن. این یک راهی هست. ولی راه دیگر که اکتسابی نیست، خب زهد اکتسابی هست، انسان میتونه که اختیار بکنه و بگه که من در این راه قدم برمیدارم و میرم که خودم رو پاک بکنم مرحله به مرحله. ولی عشق اینطور نیست، اختیاری نیست، آمدنی نیست، نصیب میشه. بعضی ها اون به قولی فرصت رو پیدا میکنن، اون محبت بهشون، اون عنایت بهشون اتفاق میفته که عاشق بشن. وقتی عاشق شدن، این عشق دقیقاً همون کارها رو با این معشوق، با این عاشق انجام میده بدون اینکه این سختی ها رو کشیده باشه. البته عشق هم میسوزانه، همونجوری که جلسه قبل عرض کردم، لایه لایه وجود این فرد رو میسوزونه، ولی پاکش میکنه، پاکیزش میکنه. این در حقیقت کشف عرفای ما بود در دوران مولانا. از مولانا به قبل این یواش یواش داشت ریشه میگرفت، ولی زیاد مشهور نبود. عرفای ابتدای قرون اولیه اسلام بیشتر بر مبنای زهد و خشوع و ترس از خدا میرفتن جلو، ولی رفته رفته مسئله به نام عشق، عشق به خداوند تبلور پیدا کرد، جلوه پیدا کرد و این طریق عاشقانه هم به نوعی معرفی شد. مولانا در یکی از اشعارش شعر جالبی هست، حالا بعد نیست داستانش رو هم بگیم، به قولی انبساط خاطری هم ایجاد میشه. میگه که یک خواجه‌ای بود که یک کنیزی داشت و یک خانمی داشت. این کنیزش رو دوست داشت، بهش علاقمند بود، کنیز هم این خواجه رو خیلی دوست داشت، ولی این خانم خیلی غیرتمند بود، نمیذاشت که این خواجه و کنیز هیچ وقت با هم دیگه مثلا تنها باشن. به هیچ عنوان اجازه نمیداد که این خواجه با این کنیز خلوتی بکنه. یک روز این خانم کنیز رو برمیداره و میگه که بیا بریم حمام، من میخوام برم خودم رو بشورم. و میرن به سمت حمام، میرسن این لباساشو در میاره، میخواد خودشو بشوره، مثلا نگاه میکنه میبینه صابون نیاورده، حالا اون زمان گل میبردن، چی میبردن، این رو نیاورده. به کنیز میگه که بودو برو این صابون رو بردار بیار. کنیز تا این رو میشنوه سریع میدوه به سمت خونه، یادش میفته که خواجه تو خونه است و بودو بودو میره به سمت خونه. این خانم خونه یهو یادش میفته که عجب خبطی کرده، خب نباید این کارو میکرد، سریع تا لباسش رو بپوشه و اینم دنبال اون بودو بره که حالا مثلا برسه بهش که نذاره دیگه این بالاخره بره برسه پیش اون صاحب خودش. اونجا مولانا یک حرف خیلی جالب میگه، میگه زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از تیر هوا. اونی که برای ترسش میدوه با پا داره میدوه. زاهدی که سلوک میکنه ولی از روی ترس از خدا داره سلوک میکنه با پا داره میدوه. این کسی که عاشقه از تیر هوا هم پرانتره، هیچ کسی نمیتونه اینو بگیره. میگه این خانم هیچ وقت نمیتونه اون کنیز رو بگیره، چون اون داره با عشق میدوه، این داره با ترس میدوه. این تفاوت سلوک عاشقانه و زاهدانه است در حقیقت.
این هست که عرفا به این تکیه میکنن که عشق موهبتی است که به سالک روی میاره تا این سلوکش رو با سرعت حداکثری بتونه انجام بده. ولی خب احتمال داره نصیب هر کسی نشه. و یکی از چیزهایی که به بودی کارهایی که سالک میتونه بکنه همین زهد هست. انسان اگر زاهد باشه و طلب عشق بکنه، بله عشق هم بهش روی خواهد آمد. ولی اینکه بشینه و هیچ کاری نکنه، به راه بادی رفتن به از نشستن باده، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. پس انسان باید طلبی در خودش نشون میده و اون طلب به واسطه همین زهد باشه. خیلی ها بودن که با همین روزه گرفتن، با همین نماز خواندن ها شروع کردن، ولی انتهاش همون عشق خوش سودا شده که در ادامه خواهیم خوند. خب یه نکته ای همینجا و این که اصلا مولانا میگه که این خود ایمان و خود عشق یک چیزی هستش که انسان رو دلسیر میکنه و انسان دیگه چشمی به ماسوا الله نخواهد داشت، به ماسوای معشوق نخواهد داشت. عشق همچین خاصیتی داره، انسان رو کامل سیر میکنه، دیگه انسان در انسان طمعی باقی نمیمونه. اون شعر معروف که از مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، در بیت دوم چه میگه؟ دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. اونجا میگه دیده سیر است مرا، من دیگه چشمم سیره، دیگه دنبال چیز دیگه نیستم. عاشق همچین خاصیتی هم پیدا میکنه و حتی در مورد ایمان هم این رو میگه، میگه ایمان واقعی انسان رو سیر میکنه. یک داستانی از دفتر ششم در مورد کافری که الان میاد مهمان پیامبر میشه و یک حدیثی هست، میگن که کافر 7 شکم غذا میخوره سیر نمیشه، ولی مؤمن 1 شکم غذا بخوره سیر میشه. البته یک به نظر من واقعیتی هم داره، واقعا نور ایمان سیر کننده اصلا شکم هم هستش. ولی از لحاظ معنوی هم یه جایی مولانا میگه ذات ایمان نعمت و لوتی است هول، لوت یعنی غذا، خود ایمان ذات ایمان یک غذای پر چرب هست، معده آدم رو میگیره، آدم دیگه به چیز دیگه ای نیاز نداره، ای قناعت کرده از ایمان به قول. ولی کسایی هستن که از ایمان فقط حرف زدن رو میدونن، اصل ایمان رو نگرفتن، برای همین همیشه گرسنه. اگر اصل ایمان در جان انسان رو سوخ بکنه، انسان دل سیر میشه، چشم سیر میشه، دیگه به طمعی به هیچ چیزی نخواهد داشت. اون سیری یه خاصیتی هم داره، هر کسی هم بهش نگاه کنه غبطه میخوره، میفهمه که اون سیره. در اون شعر معروفش مولانا چی میگه؟ فراموش کردم، حالا یادم بیاد خدمت نرز میکنم، که دقیقا به این مسئله اشاره میکنه که کسی که کافر هست، کافر از حسرت. دوستان کسی یادش نمیاد؟ خب حالا هرچی، مؤمنان باشد که اندر جزرومت، کافر از ایمان او حسرت خورد. مؤمن واقعی طوری هست که کافر وقتی از دور هم بهش نگاه میکنه حسرت میخوره. اگر دید کافر داره به مؤمن نگاه میکنه و هیچ حسرتی نمیخوره، بدون که اون ایمان واقعی نیست، هیچ ایمانی وجود نداره در مفرد، ادعای ایمان هست. اگر ایمان واقعی باشه، کسی که بی ایمان هست از دور هم نگاه بکنه به فرد با ایمان حسرت میخوره، احساس میکنه که اون سیر هست و این گرسنه، این رو با روح خودش درک میکنه. این ایمان واقعی. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. خوش سودا هم خوش معامله ما میتونیم بگیم، هم به معنی خوش جنون، چون اون سودایی بودن به نوعی اشاره به جنون، بیماری جنون داشت در گذشته. میگه این عشق بیماری جنون هست، ولی جنون خوشی هست، نه جنون تلخ.
شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، تو طبیب تمامی مرضهای ما هستی. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، تو مانند افلاطون و جالینوس مداوا میکنی نخوت و ناموسی ما رو. ناموس به معنی همون کبر و غرور معنی میشه اینجا. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. این بحث جسم خاک از عشق بر افلاک شد اشاره به مسئله معراج پیامبر داره که به خاطر عشق بود که این جان پیامبر و حتی جسم پیامبر به سمت معراج رفت و این جذبه عشق بود که پیامبر رو به اونجا کشید. کوه در رقص آمد و چالاک شد. این هم اشاره داره به اون آیه شریفی که حالا در ادامه میگه عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی سائقا، که موسی به خداوند گفت که ارنی، خودت رو به من نشان بده، و خداوند فرمود که لن ترانی، تو من رو نمیتونی ببینی. و در ادامه میگه که اگر میخوایی ببینی تو به اون کوه نگاه کن. ف تجلا ربه للجبله و جعله دکا و خر موسی صعقا، و خداوند تجلی کرد در کوه طور و این کوه مندک شد و موسی از ترس غش کرد و به پشت افتاد. خر موسی صعقا. این میگه که عشق جان اون کوه بود، جان طور بود، و از تجلی خداوند به لرزه در اومد و ذره ذره از هم پاشید، مست شد و موسی به قولی غش کرد و به پشت افتاد. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. اگر من با لب معشوق جفت بشم، منی که وجودم مانند نی هست، با لب و دندان معشوق جفت بشم، گفتنی های گفتنی رو به شما خواهم گفت. اون ابیاتی که من جلسات اول خدمتتون خوندم از مولانا که میگه دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست اندر در لبهای وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های هویی در فکنده در سما. نی دو سر داره، یک سرش در لب و دندان معشوق هست، در دهان خداوند هست که با اون می نوازد، و سر دیگرش به سوی مردم هست که های هویی در میان این انسان‌ها پدیدار می‌کنه به واسطه اون آتش عشقی که درش جریان پیدا می‌کنه. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لب‌های وی، یک دهان نالان شده سوی شما، های و هویی در فکنده در سما. اینجا هم همون رو میگه، با لب دمساز خود گر جفتنی، همچون نی من گفتنی‌ها گفتمی. هر که او را هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. انسان اگر همزبان خودش رو از دست بده، هر چقدر هم صدا داشته باشه ولی در حقیقت بی زبان هست و گفته‌هاش اون حال و نوای اصلی خودش رو نخواهد داشت. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان بس ز بلبل سرگذشت. این نغمه‌های دلنشین بلبل به خاطر چی هست؟ به خاطر دیدار روی گل هست. اگر گل تمام بشه، شما ببینید در بهار چقدر بلبل‌ها با آوازهای مختلف در طبیعت به خوندن و سرودن می‌پردازن. اما همین که این گل‌ها از بین رفت و به قولی پژمرده شد، دیگه بلبل هم اون ذوق رو نداره که بخونه. این تقارن و این تجانسی که بین گل و بلبل هست، من هم همین حالت رو دارم. مولانا میگه من هم وقتی معشوق در کنارم هست، اون نفع‌های روحانی رو دریافت می‌کنم و به واقع کل مثنوی این حالت رو داره. مثنوی کتابی نیست که با عقل و درایت مولانا نوشته شده باشه، واقعا کتاب وحیانی و الهامی هست، به نوعی دریافت‌های درونی هستش که هر لحظه هر وقت این حال‌های درونی در مولانا اتفاق می‌افتاد، شروع به سرایش مثنوی می‌کرد. اگر این حال و هوا وجود نداشت نمی‌سرود. در انتهای دفتر اول هم خواهیم دید که چطور دو سال وقفه می‌افته، بعد سخت خاک‌آلود می آید سخن، آب تیره شد لب چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، آن که او تیره کرد باز صافش کند. حالا ابیاتش دقیق دارم نیست.
که میگه این خاک‌آلود شده، این آب درون چاه زمین من خاک‌آلود شده، یعنی این همیشه آمدنی هست، همیشه در اون حال معنوی و در یافت‌های معنوی بوده و در اون حال سرایش مثنوی رو انجام میده. و هر وقتی که این دریافت‌ها قطع میشد، مولانا هم شعر نمی‌سرود. پس این تقارن بلبل و گل واقعا واقعیت داره در مورد مولانا، که هر وقت این تقارن وجود داشت این شعرها رو میگفت. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. همه چیز معشوق هست و عاشق جز پرده ای و حجابی نیست. اصل و اون حی لم یزل به قولی خداوند تعالی هستش که زنده و حی به تمام معنی هست و عاشق در مقایسه با اون مرده ای بیش نیست. همه زندگی مربوط به معشوق هست و عاشق در قبال اون مثل یک مرده ای متحرک هست. این ابیات رو میخوام دیگه تموم بکنم نمونه. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. اگر عشق پروای این مرغ رو نداشته باشه، این عاشق رو نداشته باشه، این مانند مرغ بی پری هست که ای وای بر او باشد. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. اگر من این ببخشید، اگر نور یار، نور خداوند پیش و پس من نیفتد، این هوش و درایت من کارکرد نخواهد داشت. اون نور یار من هست، اون نور معشوق هست که راه رو در حقیقت به من می نمایانم. این البته به یک آیه هم در قرآن کریم اشاره داره، آیه 12 سوره حدید که میگه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین عیدی هم و به ایمان هم. روزی که مردان و زنان مؤمن را بینی که نورشان در پیشا پیش است و سمت راستشان می رود. و چند تا آیه دیگه هستش که این مسئله اشاره داره. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. بگه ولی خود عشق، خود مسئله عشق میخواد فراتر از این حرف ها و کلام بیاد و خودش رو جلوه‌گری بکنه. منی که دارم این عشق رو در قالب کلام به شما میگم، خود عشق تمایلش اینه که به وضوح عریان و کامل خودش رو بنمایاند. اما مسئله این هستش که آینه دل انسان‌ها غماز نیست، صاف نیست تا این نور در اونها تابیده بشه. و در بیت بعدی چی میگه؟ میگه آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. میدونی چرا آینه دلت پاک نیست، غماز نیست؟ چون روش رو زنگ گرفته. باید این آینه دل رو ثابید، باید این آینه دل رو پاک کرد. حالا یا به توسط عشق و عاشق شدن، یا به توسط زهد و به قولی بندگی خداوند. این دو راه وجود داره تا انسان بتونه آینه دل خودش رو پاک بکنه. در اون وقت هستش که عشق، عشق ازلی بی واسطه در درون قلبش به قولی تجلی خواهد کرد. خب این ابیات، ابیات ابتدایی مقدمه مثنوی شریف بود. در جلسات عادی انشاءالله شروع میکنیم به خوندن داستان ها و حکایت ها، که حکایت اول حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزک و خریدن پادشاه کنیزک را، که یکی از داستان های شیرین مثنوی هست، اولین داستان مثنوی هست. حتما تا حالا شنیدی این داستان رو. انشاءالله از جلسه بعد شروع میکنیم و پله پله با مولانا همگام میشیم، این داستان ها و حکایت ها رو میخونیم و از نکات نقدشون انشاءالله بهره مند میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.